گوشمالی اسرائیل و داعش با همدیگر و خط نشان کشیدن واسه ترکیه و آمریکا دیشب عملیات موفقیت آمیز نیروهای موشکی سپاه در هدف قرار دادن مقرهای تروریست های داعش و تروریست های سازمان امنیت سگونیس موساد در اقلیم محسود ششو از سوی دیگر بچونه انصار یمن یکی از کشتی های امریکایی را مورد از ضربات کوبنده قرار دادن و خبرهای دیگه دوستان عزیز ولی اهم برنامه امروز ما از ضربات کوبنده و گوشمالی سگونیستا و مزدوران داعش و نیروهای ترکستانی زرمشکلون مربوط می شود خب دوستان با شنیدن سرخط خبرها مثل همیشه با اقتدا به مولایم امامم بزرگم امام علی یا علی میگیم و میریم تو کارش میرانیان سلام هموطنان ما در باکو تالشن نقشوان سلام همزبانان در کشمیر هندستان پاکستان تاجیکستان عزیز افغانستان یا گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کویت بحرین القطیف جنوب عراق جنوب لبنان با چون انصار الله یمن شیخ زغزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنون زینم برگم باونت روم خبرم تو اونم به سی اونم دایا دایا وقت جنگ وقت دوسی و تفنگ قطار که بالا سرم پرشت شنگ ونگم پرشت شنگ ونگم دیشب بچون سپا کاری کردن کولاک دوستان عزیز مقرهای تروریستا را در سوریه در دورزنترین نقطه که ایران تاکنون دشمنان را مورد هدف قرار داده یعنی از جنوب خوزستان به سمت شمال سوریه بالغ بر 1300 کیلومتر توسط موشک های خیبر شکن خیبر شکن اللهم اصابرین الله اکبر من زمانی که موشک ها رو دیدم مطمئن شدم برا رو که اینا خیبر شکنه یه فیلمی منتشر شده از جنوب خوزستان امیدوارم یوتیوب ما گیر نده اینجایی که موشک پرتاب میشن از دارخوین از دارخوین خوزستان دارخوین خب میدید کجاست اما جایی که بچه و پل زدن بر کارون گذشتن و خورمشر آزاد کردیم اما جایی که قرار بود نیروگاه هسته بزنیم و الان داره ساخته میشه بله از دارخوین ببینید اینجا دارخوینه جنوب خوزستان همه, همه سواریخ سواری.

اخينك يا لكمنا اللهم صل على محمد عاين على الصلاه على محمد وآل يعني یعنی بس نگاه كنيد نگاه كنيد سكو چتر غورش ميكنه نگاه كنيد طاري اندو الخوين طب چرا من مطمئن ردار خوين چرا من مطمئنم اينو يعني یعنی خدا وكيلي از دیشب كه اينان دیدم گفتم اينو قطعا خانواده فاتح دادن چون كه مایل پرتابه و این تاکتيكي سر جنگیشون 600 700 کیلوم گرم و البته مواد شدیدن انفجاریه بعد اینا چون مایل پرتاب و نیم بالستیکن اینا به راحتی میتونید همین خیبر شکن رو یا شهید سلیمانی رو اینا رو یا دسپول و حتی زلفقار فاتح صدر اینا میتونی دوتایی روی دو لانچر بر روی یک خودرو بذاری و خیلی راحت به سرعت دوتا یه هر خودروی دوتا و دقیقا مشخص اینجا به صورت خودرو یکیش دو تا میزنه یکیش تک میزنه و یکی دیگه دو تا میزنه چهار تا از دارخوین به سمت شمال ادلب خط نشان واسه ترکیه که گشتل گردون ندی که مرز تروریستای ترکستانی ترکستانی کیان همون آیغورای چینن که آمریکا و ترکیه و اینا ازش حمایت میکنن که اسلامش اسلام وهابیه که میگه افتا شیعه بکش مستقیم میری بهش مالشون و خانوادهشون جونشون حلال هستی تو همونایی که اصلاحاتی های بی همه چیز به دولت ما فشار می آوردن چرا از آیغورهای چین حمایت نمی کنی حالا این ترکستانی شاقه همون آیغورهای چینه دست چینی ها درد نمی نکنه که بزر تو ملاجه مگه هر مسلمونی قابل احترام قابل دفاع چچنی ها بخش مهمش اون شامیل باسایف و اینا هم, هم... هم... از همین تخم ترقی داعشی و همین ترکستانی بودن مگر همینایی که اومدن در صد نفر از ما رو شهید کردن در روز شهید سلیمان اسمن مسلمون نبودن مگر هر مسلمون باید زد ملاجش وقتی یارو دشمنه بله اینجا دیدید بر رو نیم بالستیکه تاکتیکیه به راحت عرض کردم دو خود رو دو تا پرتاب میکنه سری سری هم میتونه موقعیت چه عوض کنه بعد چرا مطمئن بودم خیبر شکنه چون خیبر شکنه مد... سال گذشته رونمایی کردیم و تولید انبو قبلا رسیده بود سر جنگیشم هم بالغ بر 1400 فکر کنم 50 کیلومتر میرفت به نوعی خطر نشاط وارس بود ده تا ماشین 20 تا موشک روش سریعا میشه بارگیری کرد و دوباره لانچران رو پر کرد و شلیک کرد خیلی سریع و اینکه از لحاظ تاکتیکی این دورزنترین موشک ایرانه وگرنه اگر پرتاب به صورت عمودی بود دیدید مایل داره پرتاب میشه پرتاب به صورت عمودی بود حالا بحث میکردیم که قطعا خورمشر نمیزدن چون سر جنگش نزدیک دو تونه یا سجیل میزدن یا اماد میزدن یا فجر قدر یا فجر اچ و خانواده شاب سه و اینا اونا مشخص و اینا نیم پرتاب بودن که من تا دیدم گفتم این خبر شکن هو ندرمونه بله اینجا میبینید برارو یه خط نشان بزرگ واسه یانکی های بی پدر و مادر که اولا ایران تا حالا تو بحث جنگ جوپولوتیکی که بعد از هفت اکتبر در جریان بوده بازیگر فعال بوده ولی مستقیما نخواسته وارد بشه دو من تقاس گرفتیم سوم من من جدا از اینکه که مقر موساد الان نشون میدم در اربیل اگر خواستید مفهوم کلمه دلوری جلمجان بفهمید الان بهتون میگم جلمجا یعنی چی یا شیپالدر بله و تهدیدی است به سگونیستا مقره هاتون دیدید کله چه کار کردیم فاصله همونه داریم میکاسه تو با بوتون دراریم جالبه بدونید که سامانه پدافردی سیرم و در اقلیم مسعود ششو هم بودن خو هیچ غلطی هم نکرد پس از سامنا پدافندی هم میگذره دقیقا از بالای عین الاسد هم گذشتره از خوزستان که پرتاب و بیدلسی سوریه ده بالا عین الاسد بای بای کردی تو کار کردی زیر مشکلونه <تصفح> خب این بذار برارو نقشه راسی برارونم بذار نشون بدم بین کجای کاریم ببین یک کار بزرگ یک کار قدرتمند شکل گرفته که دنیا رو متحیر کرده موشکا فتوشاپن لوله بخاریان هن برای مشکلون ببین اینجا دارخوینه برای رو در کنار روز کارون پرتاب شدن کجا در شمال سوریه در ادلب چقدر سردار س... حاجیزاده گفت 300 کیلومتر این سرچ کچ میاد پایین میزنه به سمت سگاینه <applause> اما موشکایی که از کرمانشاه شلی کردن قطعا فاتح صده ده بودن و زنن اون اون گشتن دیزه ای رو کشتن دیزه ای رو گلاب بروتون دیزش کردن اون فرستادنش به اسفل سافلی این مافیای مسود ششو که در قاچاق نفت عراق و باکو به سمت سگونیستان نقش اساسی داشته به یکی از میلیاردرهای اقلیم مسئول ششوه یه, یه نوع به قول معروف اولیگارد اقلیم بوده یه ارتش کوچیک داشته طرف خب اما بریم سراغ پایگاهی که از موساد زدن این مفهوم جلمجا در لوریه برارو وقتی میگم جلمجاش میکنیم یعنی این کارش میکنیم یعنی باوش با دراریم یعنی پدرشون دراریم و نگاه کنید دیگه ببینید یک جای سالم نمونده اگر ده نفر بودن بیست نفر بودن هر چی بودن دیگه اینا رفتن الان تو چاه ویل و اسفل سافلین و مار غاشیه و نکشون میزنه تو نفتشون و ریقشون میکنه و خلاصه نگاه کنید نگاه کنید این بوتون آرمه این این بوتونای تقویت شدن که به قول معروف جلو گلوله توپی رو خمپاره اینا بگیرن ولی خب فاتح زده ده با سر جنگی 300 کیلومتر تازه مشخص شده از نوع سنگرکوبش هم زدن نگاه کنید چه کارش کرده نقطه زنی رو ببینید مردم نقطه زنی رو ببینید آمریکا یا دقیقا هشت نقطه این در کنار کنسولگری بخوانید پایگاه آمریکا در اقلیم مسعود ششور رو مورد هدف قرار دادیم دردشون اومده حسابی هم مسود ششو هم آمریکایی هم ها هم ترکیه هم تروریست هم داعش هم ترکستانی هم زیرمشکلانی <applause> بله برادر. اما این پیش رو دیزی هم ببینیم دیزایی البته این مسرور بارزانی برادر ششو برادرزاده مسعود ششو مسعود ششو هم مریض بوده و گویا خارجش کرده بودن این دیزایی او بخنی و طبق اخباری که به ایران رسیده ای دیزایی پیش رو دیزوی ای این در سال گذشته بود پهپادی فرستادن به بگید به یکی از سوله های وزارت دفاع در اصفهان که خوشبختانه اون دفاع پدافند ما اونو زد و همچنین تروریست هایی که گرفته بودن الان قرار به زودی شیشتاشو اعدام بشه از این کمل همه اعتراف کرده بود اینجا دیزایی در کنار چیز نوچیروانه که از خونه دیزایی اینا به قول معروف حالا به سمت ایران فرستاده شدن و کاملا هم این دیزایی در جریان بوده خلاصه دیزایی را میفرستن لنگا دیزش میکنن البته یکی از مافیاهای دیگری که در خونه دیزایی هم بوده ببینم پیداش میکنم آه همین بود همین گشتل بود همین گشتل که این هم به چاه ویل رهنمون میشه توسط بچو اکس باش کیه اکرم این گشتل اول بذمی میره پیدا کنه در کنار دیزایی بوده و خلاصه این هم ریق مرگ و ما بهش میچشانیم بله ایشون هم. یک جاسوس ای هم یک جاسوس بوده و اسمش کرم میخایل مهمون پیش را دیزایی بوده دقیقا اشراف اطلاعاتی ایران میرسونه دست برتر میدونه در اقلیم و ششو چه خبره میدونه در نیروهای این ترکستانی و در ادلب تروریست الان کجان کجا رو باید بزنه چه ساعتی باید بزنه کی اونجاست هدف چیه و میگن 24 موشک در این عملیات استفاده شده که خلاصه به در سندر و حالا اقلیم مسئول ششو هم داره زر در میزنه درد دارن آقا یه نه یعنی دیزایی رفیق سرسخت مسئول ششو و این نیوچیروان و سایر این کسافت ها بوده انوالش میگن دو سه دهم میلیارد دلار بوده نادرست بله اما حمله موشکین ببینیم اینجا به مقر ترکستانی در ادلب میکنه هشداری به ترکیه که اینا رو ترکیه داره ساپورت میکنه و اتفاقا یکی از تروریستا از ترکیه وارد ایران میشه و سر جرن شاهچراغ هم همین بوده و هشداری به ترکیه که ما روی منافع ملیمون شوخی نداریم و جنی. ببینید اصلا چیزی نمیذارن ژلم جاش کرده اینجا رو اینجا رو شخ زده اصلا چنون هم... گندم به کار اینجا زکو گدال درخ بکارید <تصال> 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 یعنی هیچی نقطه زنی رو 1300 کیلومتر تا ها که آمریکای قدرت نداره خدا وکیلی تازه تا ما کروز این بالستیکه با سرعت ده دوازده ماه اینو کنترل کنی به این دقت خونه کنارش سالمه همون نقطه رو میزنه 1300 کیلومتر اللهم سابرین سماع ببینید ببین بنسد چش کرده به عموم ارجاء الشمال السوري ما شاء الله ما شاء نگاه کنید برارو یک مقر بوده ببینید تاریخات آدم اینجا زنده نمیمونه شوخ به معنای واقعی غیرات اسرائیلیه تستهدف ایران اینو اول سلا کرده بودن اسرائیلی ها میخوان حلب بزنن کپلریزه ورا گرفتن بعد مشخص شد قرش کار بچون خمونه. دل امام علی از نیام در اومده زور برار خداست هوا و ببینید شهید تهرانی دلوقتي مقدم دلوقتي ما نوکر ما همیشه قدان و به خود معروف منتدار دلاورانی مثل شید تهرانی مقدم هستیم که این چنین واسه ای ایران عزیز ما تولید قدرت کرد از تحریم سیم خاردار رسیدیم به امروز به چی؟ یکی از عبر های اصل حساس و عبر قدرت موشکی من اینه با زرس قاطع میگم روسیه عبالسی فرد اسکندر داره اسکندر هم تو جنگ اوکراین دیدیم کجاست دورزنترین ترین موشک های تاکتیکی جهان ایران داره همین خیبرشکن دورزندترین موشک تاکتیکی جهانه این را از کی برمیاد آقا 1300 کیلومتر روی یک ساختمون فرود بیاد خیلی حرفه خیلی حرفه این کار اسکندر 500 کیلومتر میزد 100 متر 200 متر خطا داشت این دقیقا خودش شیرجه میره دقیقا خودش میدونه کجا میخواد بره خاک بر سرت زیبا کلام بنویسید خواهشان بله این از این اما یه چند گزارشی سیبرارون بخونیم بیم جزئیات ما هم از عملیات شب گذشته این عکس ببینید سگو نگاه کنید برای یه بلوک بوده بعد سیمان تقویت شده به کار رفته کجا نه کجانه؟ 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 سیمان تقویت شده به کار رفته که اما این هم ببینیم کار قشنگی کرده بودن رو موشکا نوشته بودن به یاد دختر کاپشن صورتی دختر ایران قربونت بم حریفت منم بله این یکی از کارا خوبی که انجام داده بودن راست رفت یادم رفت یکی از جایی که زدن خونه اجی امین هم زدن این اجی امین این رئیس موشمرگ ها بوده از کجا نزدیک به بافل طالبانی بافل تالبانی خوبی دو پسر مام جلال طالبانی و از قدیم رابطه خوبی با سلیمانیه داریم برعکس اربیل از زمان جنگ از زمان قدیم مسعود ششو بیزات و بی شرف بوده از اول که اون زمانی که بعضی مقرهاشون در نزدیک ما بودن شاید ده کیلومتری ما و مردم روسته های ما میگفتن از ظلم ستام طوله های بارزانی ها در منطقه ما چه زمانی که مسعود ششو چار پنج سال مهمان مردم کرج بود رفت بر علیهشون عرض زد اینا بی شرف و بیصفت هن این جاسوس میت ترکیه بوده با سنگنیسا کار میکنه خلاصه بافل طالبانین رو زندانی میکنه بعد فرار میکنه از زند... آزاد میشه و بعد فرار میکنه به اربیل پناه میبره به محسوس ششو یکی از عوامل عوامل و جاسوسان فعال واسه موساد و ترانسفر کردن جاسوس های نمیدونم اه... کومله کمله و اینا خونه این هم زدن این هم فرستادن به اسفل و سافلین چه شاه مایی زدیم برارو این اشراف اطلاعاتی میرسونه برارو این نشون میده که چقدر ایران اشراف داره توی منطقه وگرنه شما در ناامترین جای جهان این همه سرویس های اطلاعاتی این همه خائن و نامرد امروز ایران الحمدلله جزیره صبات و زمانی هم که حادثه پیش بیاد اینطوری تخاص بگیره این باید ادامه پیدا کنه در خیابون فلسطین یه پوستر دیوار نگاره گذاشتن که تابوتاتون آماده کنید <applause> های ام سی تو بله اینه تابوتاتون آماده کنید ها می براتون نادر ساید زیر مشکلون بله این این پوستر هم ببینیم بازم دختر کاپشن صورتی پوستر قشنگی داره سخته این انتقام دختر ایران بوده انتقام اما انتقام سید نیست نه 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 موقع انتقام سیدرزی که موشکا مستقیم بزنن تو سگونیستا و گفته نمیانی انتقام فقط انتقام مراسم شهید سلیمانیه انفجار کرمانه انفجار راسکه این انتقام انتقام سیدرزی موسوی نیستین که آخو طایفه سردار مونی انشالله چند تا از این خبرچکن ها مستقیم میزنیم تو تلاویف با امید خدا قطعا خد سگونیستا ماستارا کیسه کردن ده تا بزن تو تلاوی از غزه بدتر میشه <applause> بله بین اینا ببینید واکنش یوبو تنز البته چقدر بزرگه چقدر بزرگ, بزرگ. دارای قطره قطرش مواید بسیار و دارای زخامت زخامتش موش حفله داری <applause> بله اینم از این این خونه پیش رو دیزاین هم ببینید بازم جلمجا به معنای واقعی یعنی اینطوری موجود زنده ای از اینجا بیرون نمیاد این قدرت موشک های ایرانه فوتوشاپ بی هوک اصلاح های بی همه چیز فوتوشاپ بود برای مشیری فوتوشاپ لوله قاری بود <تصفح> وید این بهشتی گب گشاد که چند روز پیش رفتی کنسل سای ایران رو بزنید فلان رو بزنید خب بیا بزنش زیر مشکلو <تصفح> <applause> سر مار بیاد بیاد سر شو بین دو <applause> سر مار اینشون دو بگید ای اجدها ها ماله بله این هم از این دیگه چی داریم خدمت برا رو بعد سخن سردار حاجی ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم با دعای دیرسی و انتقام الهی گریبان جنرکارا رو گرفت امشب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات ترکیبی در پاسخ به جنایات قرار بو تکفیری فقط نه کثیری از هموطنان ما رو در شیرمان به خاک خون کشیدن توانستن از جنوبی ترین نقطه کشور از فاصله 1300 کیلومتری یکی از مقرهای مهم گروه های تکفیری رو در منطقه تحت اشغال گروه های تکفیری در ادلب مورد ثابت قرار بدن و به صورت همزمان توانستند گروه دیگری رو در منطقه شرق فرات که مرکز در واقع داعش هست مورد حسابت قرار بدم و تعدادی از داعشی ها رو در واقع به درک واصل بکنم به صورت همزمان در پاسخ به جنایات رژیم سیونیستی در سوریه امشب به لطف الهی موفق شدیم با یازده فروند موشک بالستیک و با... البته بعد سپا در اطلاعیه چهارمش میگه که 24 فروند بوده البته قبلا خبرهای اولیه گفته بودن که ایران داعش افغانستان هم خراسان هم در افغانستان زده حالا در مورد چیزی نمیگن فعلا خبری نمیشنویم بعد اینکه همونطور که سردار حاجی زاده گفت مقر تروریست در ادلب رو میزنن و یکی از پایگاه های داعش رو در شرق فرات و پس ما دو نقطه در سوریه رو داریم سه نقطه هم در, در... البته در نزدیک اطراف کنسولگری آمریکا ایران هشت نقطه رو میزنه یعنی ارز میکنم یک چنگ ام... ناخون نشون دادن درست حسابی و بیشتر واسه یانکی های بی پدر و مادر ها ببینید جنگ اصلی ما با یانکی هست. اصلا خیلی معتقدن این جنگ حماس و اسرائیل و اینا با حزب با اسرائیل و بچون انصاره این جنگ بزرگ جنگ ایران و آمریکا و ایران که میخواد آمریکا رو از منطقه خارج بکنه و امروز ایران وارد میشه امروز ایران وارد میشه که و به آمریکای یه هشدار مهم میده که اگر بخوای سطح تنش رو بالا ببری ما هیچ ابایی نداریم همونطوری که از روز اول جنگ پشتیبان محور مقاومت بودیم هیچ ابایی نداریم که مستقیم وارد این نزا با شما بشیم و در عین حال هم یک گوشمالی حسابی است واسه سگونیستا و یابو گبدراز که یعنی قدرت ویرانگر دیدید و تقاسی است واسه مردم عزیز ما خب این امید خوشنوا و میشناس این استاندار اربیل برارو استاندار اربیل همو بود کسافت که اومده بود ارومیه و سردار وید وزیر کشورم که رفته بود بعد اومده بود یه چیزی روی کتش گذاشته بود نقشه کردستان بزرگ و بخشی از کردستان ایرانم او گمال زیر و یادت میاد یادتون <laughs> میاد بله حال زاری داره این از طوله های مسعود ششوه <laughs> اینو ببینیم برای این استاندار اربیل امید خشنواو و برگره این که گفته میشه وزیر خارجه عراق میدونم اعتراض کرده و سفیر عراق فر... ببین در قانون اساسی عراق وزیر خارجه عراق طوله محسوس ششو در قانون اساسی عراق وزیر خارجه و رئیس جمهور از اقلیمه رئیس جمهور از نزدیک به جنب بافل طالبانی گفتم که به ما نزدیک سلیمانیه وزیر خارجه پوله مسعود ششوه محل نذارید اینا عرض میکنم اینا گزمای مسعود ششو و طبق قانون ایران حق داره جایی که از کشور همسایه داره آسیب ببینه رأسا وارد کار بشه و بزنه تو دهن ملا توی پتپوزشو و ملاجشونو بیاره پایین این حق قانونی ایرانه و گوش به این مزخرف ندید اما این عکس ببینید برادر مقر موسا دقیقا 15 کیلومتر خارج از اربیل بوده و اینا یه پوشش ویلایی درست کرده بودن اونجا بازم عرض میکنم با اون بوتون محافظت شده و دیدی چطور جلم جاش کردیم بله و ببینید دقیقا یک بلوک بزرگ بوده نگاه کنید ما این صاف زمین کردیم برارون خونه پیش هم چهار تا زدیم داخلش چهار تا فاتح صد ده که مطمئن بشیم دیگه کاملا جلمجا شده نگاه کنید یک بلوک کامل بوده و این کاملا صاف این طوری شده ببندم اینو این آیگاه موجزاد دقیقا به این شکل در اومده برارو بزرگش کنم ببینید لذت ببرید لذت کیف کنید مزدوران فارسی زبان دل پولی نجات شازده خورتان پت که رفتی پیش دیوار نوت با. به به سگونیستا آبیزون شدی این بلاییست که ما سر سگونیستای کسافت میاریم ببینید چطور خونه رو روی خراب میکنیم رفسنجانی با جمله تاریخی گفت در کل زندگیش گفت سگونیستا میتونن به ما آسیب بزن ما کشور بزرگ هستیم اما می... ما میتونیم نابودشون کنیم ب ما با اونا اینه نگاه کنید برا رو دقیقا نقطه زنی رو عشقه نقطه سالمی نمیبینید اینجا هر جنبنده ای بود رفت به اسفل سافلین نگاه کنید لذت ببرید به ایرانیان از این همه اقتدار از این همه قدرت کنید کنید سکو چش کردنه شیپالدرش درش کردنه نگاه کنید چقدر بتون به کار رفته ولی اینا در مقابل غرش موشک هوندرمون درمون فاتح ره به جایی نمیبره برا رو بله خب مسرود بارزانی مسرور مس مصر خانواده مافیای دو خانوادگی دوست فاسد مردم اقلیم بدبخ معلم ها پول بهشون نمیدن مردم او خدا ندارن گاز ندارن نفت ندارن معلم یه بار یک پیش امام جماعت اربیل گفت گفت ما نفر. نفت داریم بش میلیون ها بوش کنه نفت نفت خونه نفت ندارن گاز ندارن آب نداریم هیچی نداریم این هم نتیجه حکومت کردی و پانکردیست واسه مردم عراق نتیجه حاکم شدن مافیاهای های مسود ششو و امثال پیش با دیزوی و خیرش واسه اونا بوده شرش واسه مردم چیز بوده اغلیم بوده ببینی خرمدنگ چی میگه خورمدنگ میگه از جامعه جانی میخوایم علیه ظلم و ستم علیه مردم کرد جملات ببینید و مردم بیگناه کردستان که وحشیانه مورد حمله قرار گرفتن موضع بگیرد گشت و کسی با مردم کرد کاری نداره ما مخلص مردم کردیم ما خب ما کلی کرد داریم و ما با کسافت هایی مثل شما کار داریم که اقلیم کردید جاسوس خونه سگونیستا برای ضربه زدن به ایران موشمرگا و تجزیه طلبان اونجا قرار دادید و سراغتون میاییم که یه روز فقط کافی سری جنگی موشک رو یکم دور بدیم رو بدیم بیاد به سمت شما کاری نکنید خونه ها شما رو مثل خونه پیش با دیزایی خراب کنیم رو سرتون گشتل گردو بله این جکسون این کلم آدم جالبیه عکس دیزایی رو گذاشته و میگه پیش رو دیزایی که صادرات نفت اسرائیل را تحصیل کرده بود توسط موشکای سپاه پاسداران ایران در اربیل کشته شد بله مسعود چشو هم گویا فرار کرده بوده مسعود بارزانی این آکام سالهی ای میگه میگه قبل از حمله زده تروریستی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر موساد از اربیل فرار کرده بود و به یک روستای دور افتاده در منطقه بارزان رفته بود این نشان میدهد مسعود بارزانی از حمله موشکی به اربیل مطلع بوده البته اینه نمیتونم تایید کنم ولی خب این مسعود ششو کسافت پشت همه سر جریان انفال هم دو روز قبلش فرار میکنه و یا مردم کرد میکشن اون موقع شما نگران مردم کرد نبودید که با صدام همکاری میکردید مردم سردشت و حلبچه کرد نبودن که صدام شیمیایی زد شما صداتون ب... در نیومد نه نطق نه نکشیدید نه, نه شما نه او قاسملو گور به گور شده و صدام محکوم نکردید علی شیمیایی رو محکوم نکردید ما جاسوس خونه مسعود ششور رو هدف و عمل اکره های سگونیست و پایگاه جاسوس های سگونیست رو زدیم و سی خود تو هم داریم این کاسه که علی یه هنی اولشه حکایت تروریست بود مشمرگای تجزیه طلب کمله و دموکرات و پژاک دیدی چطور خونه هاشون رو سرشون خراب کردی و کلاش کاری نکنید مسعود شش و آخر عمری برید دوباره مز بز کوی رو کوها زندگی کنی ایران شوخی نداره الان او دوره صبر استراتژیک به دوران مشت استراتژیک تغییر داده الان ماشاءالله از همه قدرت که داریم به نفع حسن استفاده میکنیم واسه اینکه پتپوز دشمنان رو به خاک سیاه بزنیم دوران اینکه شما به ایران اما آسیب بزنید گذشت که بیای به امجد امینی گشتل با اون دختر کمل چیش بگی اگر نظام نمیتونه از کردا محافظت کنه ماه محافظت می او دوران گذشت با اون تون زیر مشکلونه ما نخونیم تو اول تونی کنیم چقل ببینید یکی از درد بوده برارو یکی از این موشمرگاه تجزیه طلبان عکس ایران گذاشته میگه راهل فقط در این فضای مجازی عرب زبان راحل هو تقسیم ایران راحل تجزیه ایران است اینه به خواب میبریم مثل حالا که دیدید تو خواب بودید چه با اگزا زنبوری چه با فاتح صدده خراب شدیم رو سرتون همینطوره فعلا که از کله هاتون که ناموستون بودم دروردیم مثل سگ توی چادرا و ایور بروبر ولو هستید بیشترتون فرار کردید اون مصطفی هجری اون ابراهیم علیزاده اون گشتل گردو ما کملا تموم شد ما اربابتون رو خل... کردیم از منطقه تردش کردیم از منطقه مرتب اون جان کربی پت پت بوز روزی پنجا بار میگه ما با ایران دوا نداریم لالالال دوا نداریم ولی ما تا نخونیم تو ولتون تو نیکنیم نه سی که ما دوست داریم بزنیم تو ملاجتون <تصفح> بله اینم ببینی که می حال دلمو خوب بشه شمسی خانم و بیخوان. خب شمسی نظر چی عربابا سگیوریس شیپالدر در کردیم بوش بخورد شمسی بیشور بله اینم از شمسی خانم اما اگزو زنبوری زلفقار امام علی اگزو زنبوری دشمنان از شنیدن صداش وحشت میفتن سوراخ بوش هزار تومن هزار تومن قدیم زمان ناصر اینشا شاه نه هزار تومن حالا گیرشونه میاد فرار کنن اگزا زنبوری امید بی نوایان ای جانم ای قربونی صدا تا میا خواتون بیده صفت ما. زیبا کلام زیر لگه گردو لا 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 خاک بر سر زیبا کلام خرد کپو تایزاده زاده، دوز علی می ممو صادقی علی متحری عبدی مبدی و کلم کلاب الخائن و تنفروشی ول نادرستی ها. ول زیر مشکلونیه، ول خرد کپوتو دوباره <تصفح> بله اینم از اگزا زنبوری خب دیگه گزارش بخونم سی برارون خم کنسولگری آمریکا در اربیل حالا بعضی گزارش ها میگه ایران کنسولگری نم زده ولی آمریکا میگه نزده ولی خیلی میگن زده ولی آمریکایی‌ها خب میخورن یا مثلا مرگ مغزی چی بوده ضربه ملایم مغزی بوده یا چند نفر مثلا از ترس مثلا بالا آوردن چند نفر ریخ گرفتن اینطور بله اتفاقاتی که برا رو در دوازده دقیقه اخیر رخ داده بستر بابل مندب توسط بچون یمن که بهش خواهیم پرداخت حمله موشکی به کشتی تحت مالکیت آمریکا توسط یمن هم بهش خواهیم پرداخت حمله موشکی از بالا به اراضی شمالی حمله موشکی از سپاه به حلب و زدن مقر تروریست ها حمله موشکی از سپاه به مقر موساد و نزدیکی کنسولگری آمریکا حمله موشکی از سپاه و زدن مقر شام الشام ترکستان خبرنگار روسی... تویت کرده بود که آیا جنگ جانی سوم شروع شده رو بشه هم خودمون با اوسون دراره دوربرترین عملیات موشکی ایران هدف قرار دادن مراکزی از فاصله بیش از 1200 کیلومتر البته سردار حاجی گفت 1300 کیلومتر و پیام آن به اسرائیل بنابر اعلام محلی در ادلب سوریه موشک‌های بالستیک سپاه به مواضع گروه‌های تحریر الشام و, و حزب ترکستانی در جبل السماق الادلب اصابت کرده است فاصله این منطقه از نقطه شلیک موشک‌های ایران بیش از 1200 کیلومتر است که به نوعی دوربرتن عملیات موشکی ایران تاکنون محسوب شود سردار تهرانی مقدم سال 90 گفت ما دیگه برده مرشد عزیز ما گفته فعلا چرا خاموش بمونه روی 2000 میدون چرا میگن 2000 چون که سگونیسا خیلی علاقمند بدن به اروپاییان بگن که یا به چینیا یا به هندی از این ور برن که موشکای ایران تهدیده ایران هم به خاطر اینکه بی خودی دشمنانش رو تحریک نکنه روی یا دوستانش رو مثلا روی 2000 کیلومتر گفته نگرد ولی ما اصلا محدودیت برد نداریم سلام سوال شرقی آمریکا نیویورک واشنگتن <laughs> بله المیادی میگه برای فعالیت های امنیتی و جاسوسی اتدا... اماکنی که برای فعالیت های امنیتی و جاسوسی احداث شده بودن هدف قرار گرفت دفتر شبکه المیادی میگه که هفت موشک بالستیک به اماکن متعدد در اربیل اصابت کرد یکی از اماکن در نزدیکی ساختمان جدید کنسولگری آمریکا قرار داد این بار اماکن جدیدی بودند که برای فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی احداث شدند طی روزهای اخیر شاهد تحرکات غیرعادی هواپیماهای آمریکایی در تلاش برای هدف قرار دادن مقاومت عراق بودیم پیش رو بزرگترین رابط موساد در اقلیم کردستان و اصلی ترین منبع مالی جاسوسان آموزش دیده موساد جهت انجام معمولیت های اطلاعاتی و تروریستی در ایران بوده است و یه همچنین نقش کلیدی در تامین انرژی رژیم سگنیسی ارز کردم یه اولیگار بوده مثل اولیگارش های روس و یه مافیا بوده چه در ضربه زدن به ایران چه در آموزش تروریست و چه قاچاق نفت عراق به ترکیه و اسرائیل اموالش هم بیش از دو میلیارد دلار مال داشته زیر مشکلو بله اما بریم سراغ بچون یمن بچون یمن محمد البخیتی چند روز پیش گفت که انگلی کشتی های انگلیسی چه تجاری چه نظامیشون رفتن تو پوشه سیا مثل فیلم پشت خنجر بیروز بسوق بود سمون شا تزبی میذاش گفت این هم افتاد تو تزبی انگلیسی و امریکایی هم افتادن تو تزبی دونای آمریکا انگلیس سی بچون یمن افتادن تو تزبیر و اینا یه کشتی آمریکایی میبرن چهار پنج هم ناف پلوش بچون یمن میزنن کشتی رو شیپالدر میکنن یعنی مثلا همین ساختمون جلمجاش میکنن <applause> پیام بدن که یه حرفانی ما هم اراده زدن داریم و هم سلاحش و هم ترسیز شما ناریم یکی از مجیان غربی میگو باقا یمنیا 25 هزار بار توسط سعودی ها و با خلبانی شما غربیا بمبارون شده حالا با دو تا حمله ترق آمریکا ترس دارن <applause> بله این فیلم هم ببینیم چطور کشتی آمریکایی رو دیگه دریای سرخ هم واسه یا قدغن شد ورود ممنوع ورود ممنوع ببینید من یمن بابا ادراک ما, ما یمن سه تا نام جنگی دور بر این کشتی بوده تنها نبوده ببینید چه کارش کردیم و امروز مرشد عزیز ما و امروز مرشد عزیز ما کار بچون انصارالله الله رو مستاخ جهاد فی سبیل الله خوندن و اونو تایید کردن بچون انصارالله یمن نشون دادن که واقعا مردان پای کارن امروز یکی از سرگرد های مخالف بچون یمن هم رسما اولا به خاطر چند سالی که با بچون انصار جنگ داشت توبه میکنه, میکنه، اسخایی میکنه و رسما به انصار الله یمن میپیونده سرگرد پیدا کنم واسه شما عکسشو بذارم که رسما از مردم یمن جنبش انصار الله یمن اسخایی میکنه و و بچون یمن می پیونده. بله این پوریا نفتو هم این هم ببینید استوری گذاشته ویدیو از لحظه اصابت موشک بالستیک سپاه پاسداران به نزدیکی کنسولگری آمریکا در ایبیر این موشک مستقیم از خاک ایران شلیک شده است ها نفتو گه فائل عاشق امید خلیلی گه مفول سرمار چی شد پس آ هیچ کس هیچ کس بود خب تو هیچ کسی بی همه چیزی تو <applause> سر ما را بزن عزیز من ببین اجده ها کار کرد با ارباباتون بله این سرهنگ یا خوانه ببینیم باید بگردم پیداش کنم و این ایشون رسما از انصار من مردم ببین یکی از کارهای بزرگی که انصارالله یمن با ایستادگیش در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه انجام میده به شدت محبوبیتش در یمن بالا رفته مردم یمن هم ذاتا انسانهای با شرف ای هستند و خیلی تاثیر گذاشته در انسجامی که امروز حتی در جاهایی که در دست مخالفینه و باعث شده که بس ها دیدمش توی چه بذارم خزمت برارون خوم که جناب آقای هادی العامر سر نظامی معارض یعنی مخالف نیروهای انصارالله یمن اعلام میکنه سرهنگ عمر العامری یکی از ارتشی های سابق دولت مخلوع یمن که عضو ائتلاف عربی زد انصار یمن بود امروز اعلام کرد که به حوسی ها میپیوندد او در متن خود بیانیه خود آورده است که خدا را گواه میدم که از این ساعت به بعد پیوستن کامل خود به حوسی را برای عزت و سربرندی ملت اعلام می کنم و از مردم یمن به خاطر مبارزه نه ساله امرا با با اعتلاف عذرخواهی می کنن. این برکت این برکت مقاومت برارو این همونه که خدا میگه این نمال عسره ببینید مقاومت چقدر زیباست که قلب انسان ها رو به سمت خودش میاره امروز انصارالله یمن محبوب ترین جریان و مردم بر روی کره زمینن و واسه تمام ملت های امروز انصارالله یمن عزیز و مورد احترام هستش بله دیگه چه داریم برا رو کیف کنیم افتخار کنم به ایران از گفتم من ای ایران دوست دارم گفتم من ایران دوست دارم هدف درست استراتژی درست رهبری درست نقاط ضعف شما رو ناامید و سرخورده نکنه دشمن کارش اینه که با میکروسکوپ و ذره بین به یک مشکل کوچیک واسه شما بزرگ جلوه بده که شما داشته خودتون رو نبینید افتخارات خودتون رو نبینید ببینید چقدر ایران ما بزرگه ایران ما قدرتمنده که چطور تمام جنگ های که برده چطور دشمناش گوشمالی داده برگردید به 60-70 سال قبل ببینید ما کجا بودیم امروز کجاییم بزرگان پدر مادرهای ما بزر... پدر بزرگای ما تعریف میکردن که اجنبی تو ایران چقدر به نوامیس ایرانی تعدی میکردن حتی سگاشون از ما برتر میدونستن حق توحش میگرفتن از ما امروز ما اونا رو از غرب آسیا داریم بیرون میکنیم امروز خودشون اعتراف میکنن که ایران ابر قدرت غرب آسیاس و نه آمریکا اینا حقیقتیه قربون تو برم زنده باد مقامت درود بر سردار حاجی عزیز درود بر سردار سلامی و بقیه دلاوران ما درود بر مرشد کامل عزیز ما که مثل یک کشتیبانی حاضق توانا پارسا مرد خدا این چنین ایران از سهمگین در این های خودش به سلامت عبور داده و ما همیشه میگیم ایران ما به پیش میره شتابان پر سرعت و ترات قیقاش کنن و دیگه هیچ قدرتی یارای ایستادن در مقابل این ابر قدرتی که امروز شهر گرفته میگن سر مار ما ما اجدها شدیم امروز حزب الله لبنان یه اجدها شده انصار الله یمن یه اجدها شده نه فقط ایران <تصفح> سباز از مهرتان پیروز باشید